بچه ها سلام، احوالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ ما بعد این که اصلا رو برداشتیم، اون پوکایی که اصلاش رو برداشتیم گذاشتیم برای زنبورا. من همیشه فکر میکردم مثلا بعد از این که اصلا برداریم دیگه شاید میاد پایین و شاید خیلی کم میشه تو منطقه ما، ولی برعکس امروز اومدم سورپرایز شدم. مثلا فکرشو نمیکردم، خواستم اینا با شما این سورپرایزم با شما در میون بذارم. من این پوکا رو گذاشتم روش، امروز که با پیام اومدیم یه نگاه کنیم یه سر بزنیم، باور کردنی نیست، همه رو عسل زدن، یعنی پر شهد کردنش. و عجیب غریب بود برام که چه شهد عالی داره میاد، و خواستم شما هم سهیم بدونم تو این سورپرایز خودم نگاه کنیم. این همه پوکه بود که من براش گذاشتم، الان این پوکه ها تبدیل شده به عسل. چقدر باحال، یه طبق دیگه روش شهد عسل طبیعی. من همیشه به بچه ها میگم بعد از این که عسل برداری به زنبوراتون شربت بدیم. من شکر نداشتم، شربت ندادم، و خودشون نگاه کنیم چه عطری میده، به نظرم اوکالیپتوس باشه. نگاه کنیم اینا پوکایی که من برای زنبورا گذاشتم بعد از اینکه عسل اینا رو برداشتم. شما ویدیوی عسل گیری دید، پر شهد کردن و عجیب غریبه دیگه. خواستم شما هم اینو این سورپرایز رو با من داشته باشین، ببینین که چقدر میتونه این زنبور جذاب باشه. منطقه بعضی موقع واقعا شهدزاست، واقعا شهدزاست، و میتونه برکتش فوق العاده زیاد. اینقدر که عطر خوبی داره من نمیدونم برای چه گلیه، ولی فوق العاده است. نگاه کنید خدایا چه شهدی داره. امروز حدودا فکر کنم دهم تیر ماه باشه، ما 5 روز عسل برداشتیم، 6 روز 7 روز عسل برداشتیم، یه طبق دیگه عسل رو پر کردن بدون اینکه یه قطره شکر بهشون بدم من، و پر کردن. بچه‌ای که میگن چرا زنبورای ما اینا رو پولک نمی کنن، بچه ها منطقه شما باید شهد کافی داشته باشه تا اینا رو پولک کنن، یا منطقه شما باید شهدزا باشه. بعدش بچه هایی که می خواهن واقعا زنبور پولک کنه، باید پر باید زنبور فشرده باشه. هرچی فشرده تر باشه زنبور آسونتر می پافه و آسونتر شهد می زنه. این یکی آخریه رو زیاد شهد نزدن، ولی اونای دیگه پر شهد بود و میتونه سریعتر ببنده عسلو و روشو پولک بزن. بچه ها اصلا نگران این نباشه حتما پولک باشه برای اینکه زنبورتون عسلو بردارین. چند بار به بچه ها گفتم که احتیاجی نداره پولک خاصی باشه، شما فقط کافیه که وقتی عسلو برمیگردونین، مثل من مثلا اینجوری شهدش رسیده باشه، وقتی این پولک رو برمیده اینجوری نریزه. من این اینجوری میکنیم، یعنی اصلا نرسیده اگه بریزه، ولی اگه صفر شده بود دیگه مشکلی نداره، میتونید پولک رو قاباتون رو بردارین، اصلاش رو استخراج کنید. نمیتونید نگهدارین با قاب ها، باید استخراجش کنید. خیلی مخلصیم، خواستم این سورپرایز رو با هم دیگه باشیم ببینیم. خیلی سورپرایز عجیب غریبی بود برای من. احساس میکنم منطقه ما با این که 35-6 درجه دما تا بعضی روزا به 40 درجه دما میرسه، ولی شهداوری دارد، به خاطر که دوروبر ما خیلی خلوته، زنبوردار خیلی کمه، برای همین شهداوریش خیلی خوبه. ما جنگل رو داریم، کوه داریم، چسبیده یه عالم درخت اوکالیپتوس داریم که خیلی جذابه. خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، وقتی شما نظر میدین، وقتی لایک میکنین، وقتی دکتر مشترک شدن یا سابسکرایب رو میزنین، ما خیلی خوشحال میشیم، چون که میدونیم با ما تعامل داریم و با ما در ارتباطیم. خیلی مخلصیم.